درود دوباره به بینندگان و شنوندگان این برنامه گفتمان در مورد گفتگوی سپهبد محسن هاشمی نژاد، یکی از فرماندهان گارد شاهنشاهی که طولانی ترین مدت در رأس گارد بود. این گفتگو بخش ششمشه. عرض کردم در بخش پنجم که کار رسید به اونجایی که در مورد در واقع اولین باری که از نیروهای گارد شاهنشاهی، البته اون زمان لشکر گارد بود و بخشی هم از گارد شاهنشاهی گارد جاویدان، در برخورد با تظاهرات مردم استفاده شد، سال خرداد ماه 15 خرداد سال 42 بود. چون لشکر گارد همونطوری که چند بارم تکرار کردم مسئول تأمین امنیت تهران بود، یعنی اگر در امنیت تهران که نیروهای پلیس و حالا در حومه ژاندارمری، حالا مثلا ساواک هم خب البته نظر اطلاعاتی، اینها دچار مشکل می شدن یا از پس تأمین امنیت بر نمی اومدن، این وظیفه لشکر گارد بود، این اصولا وظیفه ارتش بود ولی به ویژه لشکر گارد بود در تهران و حومه که باید به کمک اینا بره. در شهرستان ها هم معمولا واحدهای نظامی که در هر شهری مستقر بود در صورت نیاز کمک می رسوند و گاهی هم حتی فرمانده نظامی که چون معمولا درجهشون بالاتر بود، فرماندهی اون تأمین و امنیت به دوش اونا بود و ژاندارمری و شهربانی قاعدتا می رفتن زیر کنترل و زیر فرمان اینا. اینجا صحبت از چیز میکنه، خیلی قشنگ میگه که در اون روز چه اتفاقی افتاد و چه کسانی در واقع، حتی نام افسرها رو میاره که براتونم گفتم، مثل سروان نشاط که سرگرد نشاط اون زمان، یا فرمانده گردان وظیفه سرگرد ریاهی، سید کاظم ریاهی و سرگرد بیگلری که اینا رو من با اینا همه خدمت کردم، مخصوصا با ریاهی و کار به یه جایی میرسه که صحبت از این میشه که خیلیاتون هم شنیدید، گفته میشد که در اون موقع شاه در کاخ مرمر بود، بعدا میره بالا شمرون میره. از حضور شما اون موقع گفته میشد که آقای علم نخست وزیر بود و خیلی در مقالات و این چیزا من دیدم نوشتن اینو که اگر آقای علم، میدونی آقای علم سال 56 مرد به دلیل سرطان و بردنش در صحن امام رضا اونجا خاکش کردن، چون خودش هم به هر حال مال خراسان بود، بیژندی بود. آقای علم در اون زمان سال 42 در دوران شورش و فتنه خمینی و مذهبیون نخست وزیر بود، توی آدم خیلی باریک و قلمی و خیلی مبادی آداب بود ولی آدم برنده ای بود، چون یکی از خوانین پدرش و خودش و این از خوانین خراسان بودن، یعنی در حقیقت یه نوع سلطنت اینا در خراسان و در بازم سیستان و بلوچستان هم زیر تیول این بود که آدم بسیار با عرضه ای بود که همه میگفتن اگه سال 57 علم زنده بود انقلاب نمیشد، یعنی میگفتن تنها کسی که حریف خمینی میشد، چون یه بار در سال 42 شده بود، 25 سال پیش، در سال 50 اگر بود اینطور نمیشد، امکانش هست برای اینکه خیلی آدم با قدرتی بود. ایشون حالا توضیح میده همون حرفی که خیلی جا نوشتن، تیمسار هاشمی نژاد میگه که آقای علم رفت با شاه صحبت کرد و اجازه گرفت که شاه کاری نداشته باشه، محول کنه به ایشون و ایشون این فتنه رو سرکوب خواهد کرد.
اینو جای دیگه هم نوشتم. خب ایشون چون نزدیک به شاه بود و حضور داشته اینو میگفت که میگه که علم اویسی رو خواست، اون موقع سرتیپ بود اویسی، به نظرم سرلشکرم شاید نشده بود یا سرلشکر بود به هر حال، ولی یادمه که رئیس شهربانی این چیز بود، تیمسار نصیری بود که قبلا فرمانده گارد بود، رئیس شهربانی بود و درجه سرلشکری داشت و هم مقام سپهبد شده هم چیزی، ایشون رئیس شهربانی بود. میره با اویسی صحبت، اویسی رو میخواد و چون مسئول تامین امنیت تهران بوده و به اینها میگه اگر قراره 1 میلیون نفرم کشته بشن، یه حرفیست که ایشون تایید میکنه، باید این قائله خاتمه پیدا کنه، حتی 1 میلیون نفر کشته شن، چون واقعا تخت سلطنت یه خطر افتاده بود و چون کاخ مرمر هم نزدیک به اصطلاح میدون توپخونه و اون بر بازار و جنوب تهران و میدون ارک و میدونین تمام اینها منطقه شورش بود، نزدیک به جنوب شهر بود، مثلا دستجات چند هزار نفری با چوب و چماق و قمه و لباسای کفن پوشیده بودن راه افتاده بودن که به سمت کاخ می اومدن، یعنی می ریختن که کاخ رو تسخیر کنن و بسیاری از کلانتری ها معمولینی که برای حکومت نظامی گشته بودن اینها قبلا اینا رو ریختن اشغال کردن. این بود که حرکت کرده بودن که بیان به سمت مرکز شهر، به سمت کاخ مرمر و اطرافش، کاخ شهر اونجا و کاخی که اقامتگاه شاه بود و میدون باغ شاه و پادگان بزرگ باغ شاه و یه خورده اونورتر پادگان جی و تمام اینا رو حمله میکردن و مثل سال 57 خل سلاح میکردن، اسلحه به دست میورد. و اینجاست که ایشون تعریف میکنه که میگه این 15 خرداد و 3 نفر بودن که در حقیقت اکتورهای اصلی بودن، رول اصلی رو داشتن. یکیش آقای علم بود که به شما میگه که اینو به من واگذار کنید و بعدش هم اگرم اتفاقی افتاد منو محاکمه کنید به عنوان مسئول. از علم اویسی بود که خب البته اویسی سال 57 بود ولی ما دیدیم که بهشون مجال رو ندادن، حالا علم مرده بود ولی اویسی هم زنده بود اینا. و ایشون یه اسمیاره از یه شخصی که خیلی کم ازش نام برده میشه و خیلی جا اون نمیشناسن، اش گذاشتن سرتیپ وثیقه بود، سرتیپ که اینها افسران ارتش بودن که تا سالها، تا چند سال پیش از انقلاب حتی رؤسای کلانتری ها و افسرانی که در افسران ارشدی که در شهربانی بودن اینا افسران ارتش بودن سابق. بعدها دیگه خود شهربانی دانشکده افسری داشت و مثلا خیلی افسرهای خوبی هم تربیت میکرد و برخیشون هم میومدن در، مخصوصا میومدن آلمان، آمریکا، دورهای پلیسی، دورهای پلیس علمی اینا رو میدیدن و اینا داشت یک پلیس مدرن میشد. حتی در چند سال آخر دوران شاه گارد شهربانی درست شد که از 2 هنگ تشکیل شده بود، مثل پلیس های مدرن آموزش های ویژه می دیدن و اینها دیگه از اون پاس اونایی که شایع بود تریاکی هن و شیره هن و یا رشوه بگیرن یه خبری نبود، اینا تأثیر کرده بودن و دوره دیده بودن. این سرتیپ وثیق رئیس پلیس تهران بود اون زمان سال 42، چون یه افسر به بری بود و با ارزه بود از شهربانی به خوبی استفاده کرده بود، چون مسئله فرماندهی و مدیریت خیلی مهمه، نیرو ممکنه داشته باشه ولی کسی نتونه استفاده خوب انجام بده بیفایده است، اما این خوب استفاده کرده بود و به کمک نیروهای لشکر گارد تونسته بود که نقش بسیار مهمی رو حتی در سطح اویسی
ایشون پیاده کنه، که واقعا تیمسار چیز که در موردش این هم اسمش یادش رفته، هاشمی نژاد موقعی که میاد اسم اینو بگی یادش میره، منتها بعدا یادش میاد و اشاره میکنه به سعدی بسیق که اون موقع رئیس پلیس تهران بود. رئیس پلیس تهران یه پست بسیار مهمی بود، چون پایتخت ایران بود، رئیس شهربانی یک وظیفه مدیریت و اداری کلی داشت، اما این رؤسای پلیس به عنوان رئیس پلیس مثلا تهران یا رئیس پلیس مثلا اصفهان، اینا وظیفه اجرایی در این کلان شهرها داشتن و میدونید با تعداد بالای آمار خلاف و جرم و این چیزها در شهرهای بزرگ رئیس پلیس خیلی مسئله مهم بود. من یادمه که دبیرستانی بودم، یه بار از میدون توپخونه رد میشدن، کلان در واقع کلانتری یک مرکز که محل مقر رئیس پلیس تهران بود تو میدون توپخونه بود، یه گوشش بود. من دیدم تیمسار اون موقع سرهنگ بود، سرهنگ تمام بود، یه سرهنگ ارتش همچنین هیکل درشت و اینا که همین سپه بود، مهدی رحیمی بود اون زمان. خب اسمش تو روزنامه می نوشتن، یه خورده هم سرشناس بود. خب این وایستاده بود اونجا جلوی در اون کلانتری مرکز به اصطلاح، و این افسر شهربانی پاس اونا که می موزن برن می دیدن به این احترام می زارن. نیرو زمینی اونجا چیکار می کنه؟ بعد که پرسیدم گفتن که این رحیمی رئیس پلیس در اون زمان سرتیپ وسیق بود، ایشون که کار خیلی بزرگی کرده بود و به ریزکاری های روز 15 خرداد که شاه ایشون معاونش سرهنگ بدرهی بود اون زمان که برتا سپه بود شد و فرمانده گارد شد و ایشون مسئولیتش رو در کاخ مرمر میسپره به تیمسار بدرهی اون زمان و خودش با شاه اسکورت شاه رو به عهده میگیره و میبرنش به شمرون، در فکر میکنم هم در کاخ بس نیاوران رفته باشن، حالا اشتباه میکنم ممکن سعدآباد باشه، و قرار بوده که ناهار مهمون خواهر کوچیک شاه که زن تیمسار ارتش بود خاتمی فرمانده نیرو هوایی بود به نام والا حضرت فاطمه، که در جوونی هم مرد، در چند سال پس از انقلاب سنی هم نداشت، در سوئیس زندگی میکرد، سرطان گرفت و مرد، زود هم مرد، اونجا برن ناهار و در طول ناهار هم شاه مرتبا گزارش میخواسته و ایشون هم گزارشات رو میداده. اما یه اشاره میکنه که اینم حتما گوش کنید، جالبه، یه اشاره میکنه، این مقایسه میکنه سال 42 رو با 57، که چرا با توجه به اینکه ارتش و مخصوصا گارد شاهنشاهی با این همه نیرو چرا نتونستن در برابر شورشیان سال 57 ایستادگی کنن، و البته خب چونیشون میگه من رأس گارد نبودم، ولی تحلیلی که میکنه تحلیلش درسته، برای اینکه ایشون معتقده که گارد شاهنشاهی در سال 57 به تنهایی قادر بود این مسئله انقلاب 57 رو جلوش بگیره یا سرکوب کنه. البته این یه خورده جای اما اگرم داره، اما ایشون میگه که چون گارد چیز نبود، یعنی دستور صریحی نداشت، خب این راست میگه، یعنی من خودم بودم دیدم، دستور صریحی برای مقابله نداشت و بعدم این سیر تحولات این سیستم رو به جایی برد که به اصطلاح دیگه همه چی از هم پاشید، شیرازه اون تا حدی میشه، چون رهبر شورشیان سال 42 و 57 آقای خمینی بود، شورشیان
مخالفین همین گروه های مذهبی بودن و طبق معمول این چپ ها هم مثل همیشه دور اینا میپلکیدن، خودشون که نیروی نبودن. که این بود که از این نظر میشه یه شباهت های بین سال 42 57 دید، اما در سال 42 خب من نوجوانی بودم، مثلا 11 12 سالم بود. یادم میاد برای اینکه حکومت نظامی شد، شبا مدتی گروه های ارتش و پلیس و اینها تو خیابونا بودن و مدرسه، مثلا یادمه که وقتی شلوغ شد، تیراندازی شد، اون اطراف امیری و اینا صداش که می اومد ما رو تعطیل کردن، گفتن برین خونتون. به هر حال مادر من گفت برو نون بخر، الان قحطی میشه، از این حرفا دیده بودم، اینا رو میدیدم. بعد اما در سال 57 جامعه ایران یه مقدار عوض شده بود. اون زمان کسایی که تظاهرات میکردن یا حتی خشونت با خشونت بودن، اینا بیشتر قشر پایین و خیلی مذهبی بودن. خب فرمان آیت الله مثلا ریختن تو خیابون، یه مشلات و لوتایی بودن مثلا مثل طیب حاج رضایی که حالا شده بود مثلا نظر اونا سردار اسلام، بسیاری که در 28 مرداد جز افتران شاه بود. اما بخش های هم از طبقات متوسط و بالا، فرهنگیان، نمیدونم به اصطلاح روشنفکران، در سال 57 خیلی نقش مؤثری در به ثمر رسیدن انقلاب آقای خمینی داشتن که در سال 42 نداشتن. بودن اون موقع درگیری، ولی خب در سال 57 رسانه ها هم خیلی کمک میکردن، مثلا رسانه های خارجی، برای اینکه آقای خمینی تو قم نبود، تو پاریس بود. این فرقش هست. حالا البته این دیدگاه تیمسار هاشمی نژاد مال 30 سال پیش این مصاحبه، ولی ایشون یه سری چیزها رو میگه و اینم جالبه. این بخش ششم هم جالبه، حتما توجه بفرمایید. در مورد وقایع 15 خرداد صحبت شد، بایستی در اینجا ذکر کنم که 15 خرداد یکی از مواردی بود که گارد شاهنشاهی که در اون موقع به نام تیپ گارد شاهنشاهی شهرت داشت و سازمانن جزو سه تیپ لشکر گارد بود، در روز 15 خرداد یک نقش عمده ای رو بازی کرد، خوشبختانه بدون کوچکترین خونریزی. همطور که گفتم تیپ گارد شاهنشاهی از نظر سازمانی جزو لشکر گارد بود، ولی از نظر مأموریت مستقیما تحت امر شاهنشاه بود و بنابراین من که در اون موقع فرمانده گارد بودم، همیشه اوامر مربوط به گارد رو از اعلیحضرت همایونی دریافت میکردم و فقط لشکر گارد از نظر سازمان و به اصطلاح از نظر سازمانی نسبت به گارد ارتباط داشت. برای اینکه مثالی هم در این مورد زده باشم، زمانی که تیمسار اویسی از فرماندهی لشکر گارد به سمت فرمانده ژاندارمری منصوب شد، فرمانده جدید لشکر گارد به عهده سلشکر قره‌باغی محول شد و اعلی حضرت قبل از این
اقدام یک روزی به من فرمودند که قرباغی به لشکر می آید، با شما که کاری نخواهد داشت. و جواب من بود که قربان، من یک سرباز هستم و در هر وضعی وظیفه خودم رو انجام میدم. منظور اعلی حضرت از این صحبت این بود که با اینکه قرباغی فرموده لشکر گارد خواهد شد، برای شما تغییری پیش نمی آید، یعنی شما به همون ترتیب که از نظر فرماندهی تابع خود من هستید همونطور باقی خواهید بود. به هر حال روز 15 خرداد از قبل پیش بینی می شد که اصولا زمان آبستن یک جریانات است. یعنی شما دقیقا توی ارتشینا این حس بود، احساس می کردیم. برای اینکه اصولا من که زمانی فرمانده تأمین تهران بودم، هوای تهران برای ما تقریبا یک حالت سنجش درجه بود. احساس میکردیم که یه وقایعی در پیش هست، احساس میکردیم. مثلا چون 15 خرداد مصادف بود با ماه رمضان، از اول ماه رمضان در مساجد تحریکاتی میشد. استاد اون موقع واقعا واقف بود به اطلاعات و مساواک و عوامل اطلاعاتی وظایف خودشون انجام میدادن، ولی اونطور که باید و شاید ما رو در جریان این امر که این وضع به کجا منجر خواهد شد نگذاشته بودن، بلکه ما کم و بیش میدونستیم که هر شب در مساجد و اینها تحریکاتی میشود و حتی شب 15 خرداد عده زیادی از یکی از مساجدی که به اصطلاح کارشون تمام شده بود همه به طرف کاخ آمدن. منتها ما چون هوشیار بودیم این عده آمدن و بلافاصله با ما برخورد کردن و راهشون رو کش کردن و به طرف دیگه رفتن، ولی عده زیادی، اجتماع زیادی به طرف کاخ آمدن در شب بعد از مراسمی که معمولا در شبهای ماه رمضان پیش میاد در مساجد. اینها بعد از اینکه از اونجا آمده بودن حتما با یک دستور قبلی، با یک به اصطلاح تصمیم قبلی اینها آمده بودن به طرف کاخ، ولی خب چون در اونجا برخورد کردن که عوامل گارد همه آماده هستن، اینها راهشون رو برگردوندن و رفت. ولی روز 15 خرداد ما در این حال که احساس میکردیم، اما نه به اون صورت. طبق برنامه‌ای که پیش بینی میکردیم برای همچین مواقعی، من تصمیم گرفته بودم که دو گردان از چهار گردان گارد رو در داخل کاخ نگه دارم. گردان اول گردان جاویدان بود که تحت فرماندهی در اون موقع مرحوم سروان نشاط، سرگرد نشاط، و گردان وظیفه به فرماندهی سرگرد فرمانده گردان وظیفه سرگرد ریاهی. بنابراین ما دو گردان در اونجا آماده داشتیم. اتفاقا اون روز صبح یکی از گردانهای ما دیر رسید اونجا که من از رئیس رکن سوم وقت گارد که همین که در اون موقع سرگرد بود، سرگرد
سرکی دیگه رئیس رتبه سوم گارد در اون موقع سرگرد بگلری بود که از وظایفش همین تغییر مکان واحدها بود. در اون موقع چون گردان وظیفه به موقع در سر کار خودش نرسیده بود، من حتی از سرگرد بگلری بازخواست کردم که چرا به موقع این گردان در جای خودش نیامد. از صبح اون روز اطلاعات مختلف به ما می رسید، به طور مثال آتش زدن اتوبوس ها، اجتماع جلوی بازار، آتش زدن قسمتی از وزارت دادگستری، اطلاعات تقریبا در سراسر شهر از این بود که همه جا بلوا و آشوب هست و این بلوا و آشوب با یک آمادگی قبلی است. اعلیحضرت طبق معمول ساعت 9 به دفتر کاخ مرمر پیش‌فرما شدن و در اونجا مشغول کار شدن. ساعت از 10 گذشته بود که رئیس ستاد گارد، رئیس ستاد لشکر گارد به نام سرهنگ فیروزمند که با خود من هم دوره و هم کلاس بودیم، تلفنی رسید که ما در همه جای شهر درگیر هستیم، یعنی لشکر گارد و شهربانی و ژاندارمری، ما در همه جای شهر درگیر هستیم. لشکر گارد به این دلیل بود که مسئول حمایت استان مرکزی بود. بله بله. و اطلاعی که به شما دارم میدم این است که نزدیک 30,000 نفر از میدان سپه به طرف کاخ مرمر در حرکت هستند و ما کوچکترین کمکی به شما نمیتونیم بکنیم. من خودم رو رسوندم به درب جنوب شرقی کاخ مرمر که به میدان به چهارراه پهلوی باز میشد. چهارراه پهلوی که یک خیابانش خیابان پهلوی بود و خیابان دیگرش خیابانی که به میدان سپه می رفت که دانشکده افسری هم در همون خیابان. در اونجا من مشاهده کردم که از دور صدای اجتماع فوق‌العاده‌ای با تیراندازی، با صداهای تیراندازی متفرق به طرف کاخ در حرکت. در این موقع واقعا یک موقعیت حساسی بود، یعنی اگر چونچه من در اون لحظه فکر میکردم که خب پس برم الان از اعلیحضرت کسب تکلیف کنم، من یه لحظه پیش خودم فکر کردم که در این موقع وظیفه منه، وظیفه حفاظت به عهده من واگذاره، علازت مشغول کارشون هستن، برم به علازت چه مطلبی رو بگم. در همون موقع تصمیم گرفتم، فکر کردم که اگر این عده بیان به طرف کاخ و جلوی در کاخ به طور قطع و یقین اینها با این تعدادی که هستن 30,000 نفر
سعی میکنن که وارد کاخ بشن و خود به خود ما بر اثر روی وظیفه‌ای که داریم باید جلوگیری کنیم و تعداد زیادی در اونجا کشتار خواهد شد. شکی و هم باقی نموند. چون شما فکرشو بکنید یه عده‌ای در حدود 30,000 نفر هم طورم که میآمدن به طرف کاخ تعداد زیادتر میشد. اینها بیان جلوی در کاخ و با اون تحریکی که اون روزا مردم شده بودن، شما اصلا نمی‌دونید، اصلا اوضاع شهر داغ بود. آدم احساس میکرد مردم تحریک شده بودن. اینا حتما با فشار میآمدن داخل کاخ و ما در نتیجه تیراندازی شروع میکردیم. عده زیادی از اینها در اونجا جلوی کاخ کشته میشد. من یه لحظه تصمیم گرفتم و پیش خودم گفتم که ما چرا این کار رو اینجا بکنیم؟ اگه قرار باشه که ما با اینا برخورد بکنیم، بریم جلو. و همجد به فرمانده گردان دستور دادم که مأموریت شما حرکت به طرف جلو و جلوگیری نمود. در چند لحظه فرمانده گردان یک سکوتی کرده، یعنی بهش واقعا این یه شوکی بود و من در اونجا مجبور شدم که به شدت تذکر بدم که اگر کوچکترین افلتی در این کار بکنی تسلیم دادگاه های شد. دلیل این چی بوده؟ یعنی فکر میکنی که ممکن بود مثلا سمپاتی می بود برای نخه چون افراد گارد خودشون رو مأموریتشون رو حفظ کاخ سلطنتی می دونستن و فکر میکردن که خارج از کاخ مأموریت اینها نیست بلکه به عهده شهربانی. ولی در اون لحظه که از شهربانی چیزی نمونده بود و خود من میدیدم که قبل از اینکه این عده برسن تمام مغازه ها دارن دربار رو میبندن و پاسبان هم خوب بیچارا همه میرن توی مغازه ها و اینها، بود شهربانی چیکار میتونست بکنه اونجا؟ اونم با درگیری که در روز در تمام شهر داشت. بنابراین سرگوریاهی بلافاصله دستور رو اجرا کرد و باید در اینجا به شما بگم که افراد گارد در اون موقع فوق‌العاده ورزیده بودن و با آموزش هایی که قبلا داشتن اینها یک آرایش که به نام آرایش ضد اختشاش بود گرفتن. آرایش ضد اختشاش به این ترتیبه که هر 12 نفر 13 نفر حرکت میکنه با اسلحه و به فاصله 20 مترش 12 نفر دیگه، به فاصله 20 مترش 12 نفر دیگه. منتها اینا از همون حرکت شروعش شروع میکنن با آهنگهای خیلی خیلی شدید به صداهای، یعنی آهنگهایی که بهشون تعلیم داده، به طوری که اصلا تمام میدان رو بر این صدا اینا ور میداره. شما فکرش بکنید یه گردان درون 700 نفر حرکت بکنن و اینا همه نعره بکشن، اصلا از صداهای نعره اینها قبل از اینکه اینا برسن به چهارراه، قبلا میگفتیم بهش میگفتیم چهارراه حسن آباد، به چهارراه حسن آباد برسن، تمام اون اجتماع 30,000 نفری پخش شدن. چون فکر کنید شما فکرش بکنید که 700 نفر با فاصله 20 متر با اسلحه به دست و حال سرنیزه حرکت بکنن و اینها همه نعره بکشن. اثر روانی این چیه؟ اثر روانی این بود که ما بدونی که یک نفر دماغ از خونش دماغ بیاد، ببخشی از دماغش خون بیاد، همه پراکنده شد. و من بلافاصله دستور دادم که از 4 طرف دور تا دور کاخ رو ببندیم ما، یعنی از میدان حسن آباد جلوتر یه جایی هست، یک خیابانی هست که از اونجا یه جا رو بستیم، رفتیم از طرف شمال میدان جایی هست به نام خیابون امیر اکرم که میاد پایین چهارراه پهلوی، اونجا رو بستیم. از یه طرف خیابون حشمت دوله رو بستیم، از یه طرف چهارراه باشا رو بستیم، دور تا دور کاخ رو
ما به کلی بستیم و ضمناً چون یه چند تا چهار تا تانک هم به من داده بودن، این تانک ها هم هر کدوم گذاشتیم به عنوان به اصطلاحی عوامل تقویتی روحی و به اصطلاح کارمون اون روز در 15 خرداد تا ظهر به این صورت بود. سر تقریبا یک بعد از ظهر اعلی حضرت در اون روز، روز 15 خرداد روزی بود که معمولا اعلی حضرت از کاخ شهر خانواده سلطنت می رفتن به کاخ شمران یعنی کاخ صدآباد. ساعت یک بعد از ظهر که اعلی حضرت خواستن حرکت بکنن، من مرحوم بدرهی رو که معاونم بود در اون موقع سرهنگ بدرهی رو خواستم، بهش گفتم الان این آرایشیست که شما دارید، تمام اینها گزارش کرد، کار وظیفه شما این است که هیچ کس از این خط نباید بیاد تو، اگرم کسانی هستن که خونه شون در اینجا هست باید با شناسایی بهشون اجازه بدید بیان تو تا موقعی که من بهتون دست بدم. من خودم علازت رو اسکورت کردم به سعدآباد و در سعدآباد یادم هست که در اون روز نهار ما در کاخ والعزت فاطمه بودیم، نهار رو در اونجا بود که علازت مرتبن از من خبر میخواستن از شهر و منم مرتبن خبر شهر رو به وسیله بیسیم میگرفتم و به علازت اطلاع میدادم. تقریبا بعد از نهار وقتی برگشتیم، نظرم هست که علازت من فرمودن که شما به لشکر کمک بکنید. من برای خودم یه قدری در یه لحظه چیز شد که من عواملی ندارم، من دو گردان دارم که در شهر، یه گردان دارم که در سعدآباد، یه گردانم دارم باغشا هست که باغشا رو داره نگه میداره. خواستم که خودش چیز کنم، علازت فرمودن که لازمه، منم بلافاصله اطاعت کردم، گردان باغشا رو مأمور کردم که برود به کمک لشکر و اتفاقا همین گردان مانع از آتش زدن پپسیکولا و جاهای دیگه که در همون درب تهران بود ممانعت کرد از این کار، واقعا کار فوق‌العاده‌ای کرد در اون ناحیه. تیم سال اون روز علازت عملا گفتن این دقیقه به ارتش که شما برین و قائله رو خاتم بدین، یا فقط در کارشون دخالت نکردن و همونجور که خودتون گفتین که شما خودتون پیش قدم شدین در دهن زدن تظاهرات خیابون حسن آباد؟ چون راجبه این مسئله خیلی بحث شده، بعضی میگن آقای علم دست داشتن، خود علازم دست داشتن. من الان بشون اصولا روز 15 خرداد در بقای 15 خرداد آقای علم نخست وزیر بود. به نظر من آقای علم یکی از خدمات بزرگ یکی کرد این بود که در اون روز یک دستور فوق‌العاده روشن به ارتش داد و به عوامل امنیتی و گفت که اگر امروز 1,000,000 نفرم از بین بره بایستی امنیت برقرار بشه و تا اونجا که به خاطرم خودشون زدن؟ تا اونجا هم که به خاطرم هست مرحوم علم قبلا به حضور علازاد شرفیاب شد و اظهار کرد اون که قربان ما این کار رو جلوگیری میکنیم، اگر اتفاق ناگواری افتاد من که نخست وزیر هستم مسئولیت دارم و شما من رو هر کاری میخواید بکنید، ولی اجازه بدید که من تصمیم گیرنده باشم و دستور دهنده. و ایشان هم دستور خیلی صریح و روشن داد و به همه عمرا کسانی که مسئول بودند دستور داد که اگر امروز تا 1,000,000 نفر از بین بره بایستی امنیت برقرار بشه. بنابراین هر کسی تکلیف خودش رو میدونست. فرمانده کل عملیات امروز کی بود؟ یعنی تو ارتش کی بود که بالاخره از تیم سار نصیری رئیس شهربانی، تیمسار اویسی فرمانده لشکر، لشکر گارد و حتی از نظر هماهنگی
به نظر من رول عمده رو امروز در اون روز کسی بازی کرد به نام سطیب وسیق. سطیب وسیق رئیس پلیس بود. این افسر واقعا با یک تصمیم قاطع دستورات رو صادر میکرد و من چون دائما با بیسیم با او در ارتباط بودم متوجه میشدم که دستوراتی که این افسر میده دستور قاطع، برنده، روشن. باید به شما بگم که در ارتش شما هرگز نمیتوانید با دست به هم مالیدن و دستور ناروشن کاری رو به جایی برسونید، بلکه باید به کسی که دستور میدید روشن باشه و قاطع که این تکلیف کار خودشو بفهمه. در اینجا من لازمه که یه مطلبی رو بگم که شاید برای تاریخ، تاریخ آینده واقعا قابل ارزش باشه. در 15 خرداد استعداد ارتش به خصوص در تهران یک لشکر گارد بود که واقعا عواملش بیشتر درگیر کارهای مختلف بودن و استعداد این لشکر شاید 50% هم نبود. وقتی من میگم استعداد یعنی اگر چونچه 100 نفر در یک واحدی باید باشن 50 نفرش آماده بود، یعنی جمعش اگر چون شما بگیریم شاید این لشکر در حدود 7-8000 نفر عامل بیشتر در اختیار نداشت. کل لشکر بیشتر از این بود ولی عوامل کاملا مأموریت های مختلف داشت. اما در سال 1357 گارد شاهنشاهی به تنهایی که من از 4 سال قبل به سپهبد بدرعی معاونم واگذار کرده بودم دارای 32000 نفر عوامل ورزیده و آموزش دیده بودم. تا چه حد تیم سار لشکر گارد درگیر بود در کنترل اختشاشات انقلاب؟ کاملا اون مرتبه فقط گارد بود، گارد و شهربانی، گارد و شهربانی. اینا چون شهربانی وظیفش تا اون موقع کارش انجام میده، میبینه دیگه از احتش بر نمیاد، بعد فورا به فرمانده تامین تهران اطلاع میده، فرمانده تامین تهران وارد کار میشه. اون وقت در این مرتبه تصمیم مستقیمی دیگه برای گارد نبود. ببینید منظورم همینه، با این که در 1357 گارد دارایی همچه استعدادی بود و من به طور قطع و یقین میدونم که اگر از ابتدا مأموریت به گارد شاهنشاهی داده شده بود برای امنیت و این مأموریت قاطع بود، قطعا از عهده گارد شاهنشاهی یه چنین وظیفه برمی آمد بدون اینکه سایر واحدها دخالت کنند. در سال 42 تعداد یعنی کشته شدگان زخمی اینا خاطرتون هست؟ من متاسفانه به جهت اینکه واقعا وظیفم اون نبود وارد اون تعداد جریان نیستم، ولی تا اونجایی که میدونم تعداد خیلی زیاد نبود. باستابی تو فکر ارتش اینقدر که کشته زیاد. اگر قرار بود مثلا یه عدد خیلی عجیب غریب باشه باید ما میشنیدیم دیگه، ولی ما چنین رقم عجیب غریبی نشنیدیم در اون موقع. یه کسی مثلا فرض کنه ارتش رو بازخواست نکرد راجع به تعداد کشته شدگان بعدن اعلیحضرت یه کس دیگه؟ اصلا به جهت اینکه ارتش وظیفه‌اش انجام، شما وقتی یه مأموریتی به ارتش میدید این ارتش وظیفه داره این کارو بکنه. فرمانده ارتش میاد میره پشت تلویزیون یا رادیو میگه به مردم، میگه آی ملت ما دارای یک چنین مأموریتی هستیم و ما هم به ما مأموریت داده شده این کار انجام، بنابراین به شما داریم
اعلام میکنیم که بدانید که ما از فردا یه چنین کاری رو میکنیم و دیگه هم فردا دست به دست نمیمانیدم. ولی با کمال تأسف به ارتش هرگز مأموریت داده نشد. به طور مثال برای شما بزنم که این ارتش بدبخت رو حتی یک روز که بهش گفته بودن که شما با آب پاش جلوی مردم رو بگیرید، بعد بلا فاصله تلفن کرده بودن که مبادا آب سرد باشه مردم سردشون بشه. یعنی ارتش بدبخت به این روز رسیده بود که حتی اگه میخواست با آب پاش هم جلوی مردم رو بگیره، بهش میگفتن که آب سرد نباشه که جلوی مردم سرمو بخورن. با این وضع هم که ارتش نمیتونست مأموریت بده. من ناچارم به شما بگم که ارتش دست بسته واقعا بیچاره شد. ملت اگر چونچه ارتش اصولا مأموریت برون مرزی است، یعنی خارج از مرز، که ما دیدیم همین ارتش با وجود اینکه این همه بلایا به سرش آمده بود چطور باز در جنگ ایران و عراق واقعا از خودش فداکاری نشون داد و مملکت رو دو مرتبه حفظ کرد. تیمسون این با اینکه خاطره 1142 اونجا بود، اون موقع فکر نکردن که فرض کنین ارتش یه چیزایی رو که بعداً نداشت، مثل مثلا گوله پلاستیکی، گاز اشکاور، این چیزی که وسط انقلاب مسئله شد، تهیه بکنه، چون بالاخره سابقه 1142 بود اونجا، که یعنی امکان یه جور فشارشات داخلی وجود داره. با کمال تأسف باید به شما بگم که در این کار قفلت شده بود. یعنی تا زمانی که من فرمانده گارد بودم، یعنی تا سال 1353، اولا اوضاع احوال به هیچ وجه نشان دهنده این نبود که وقایع نظیر این اتفاق بیفته، چون من علاوه بر فرماندهی گارد فرمانده تامین تهرانم بودم و شما میدونید که در سال 1153 شکوفایی اقتصادی بود و واقعا به هیچ وجه یه چنین چیزی پیش بینی نمیشد. از سال 1153 من گارد رو تحویل دادم که شدم جنرال آژدان و رئیس سرای نظامی و از اون موقع به بعد چنین پیشبینی نشد بود. حالا به چه ترتیب نشده بود واقعا من در جریان نیستم، ولی به طور قطع باید یه چنین پیشبینی میشد. در اینجا چون خیلی صحبت گارد شاهنشاهی شد، من ناچارم یک مطلبی رو از نظر آموزش اینها بود. وقتی میگم گارد به تنهایی قادر بود که چنین مأموریتی رو اگر بهش مأموریت قطعی میدادن انجام بده، به این جهته که همین گارد شاهنشاهی، شما میدونید که ما در پیمان سنتو بودیم، یعنی کشورهایی که در اونجا شرکت داشتن آمریکا بود، انگلیس بود، ترکیه بود، پاکستان بود، ایران. ما در بین این کشورها یه مسابقاتی بود، مسابقات تیراندازی رزمی بود، نه مسابقه تیراندازی عادی. و من به شما بگم که در ظرف چند سال پیاپی ارتش ایران رتبه اول رو بین تمام این کشورهای سنتو به دست آورد و به همین جهت واقعا یک ارزش فوق‌العاده‌ای در بین این کشورها به دست آورد. ولی خب با کمال تأسف یه چنین سازمانی با این آموزش و آمادگی تیم سال در قبل مستر مسئله یه میخواستم ازتون سوال بکنم، وقتی که انقلاب شد چه بر سر لشکر گارد آمد؟ بر سر پرسنلش، افرادش؟ ملاحظه کنید وقتی شما یه دستگاه نظامی رو مختل بذارید، عوامل نظامی جزء ملت هم
اینها صبح که میان سر خدمت، شب میرن توی ملت. تبلیغاتی که در بین ملت هست در اینها اثر میکنه. به خصوص شما میدونید که سرباز وظیفه هست یا درجه داره، اینها اصولا پایبند مذهب هستند و شما میدونید که معتقدات مذهبی ما طوری است که ما مسائلی که مطرح میشه به خصوص در اون اجتماع، در اجتماع سرباز و در اجتماع درجه دار، اینها اثر عمقی داره. بنابراین هر قدر که از این زمان میگذشت، این افراد که با یک ایمان راسخی بودن به تدریج ایمانشون سست میشد. به تدریج دیده میشد که سربازها از خدمت غیبت میکنن. هر روز صبح که فرمانده گورهان آمار گورهانشو میدید، حتی تو گارد. در نظر داشته باشید که شما یک سال این واحدها رو نگه داشتید و همینطور با بلا تکلیفی بردیشون در شهر. اینها هزار مطالب مختلف شنیدن و سرباز به درجه دارش نگاه کرده، درجه دار به افسرش نگاه کرده و با یک روحیه خرابی برگشتن. فردا هم سرباز رفته و دیگه هم نیومده. در نتیجه زمانی که این اتفاق پیش آمد، لشکرها در حقیقت از هم پاشیده شده بود، به خصوص در تهران، ولی در خارج کمتر این اثر بود. ولی یعنی لشکری نشست، نه اونجا نشسته بود که فقط انقلابیان به انتقام جویی بشن. عواملی بود ولی بلا تکلیفی بود، بلا تصمیمی بود. کسی مسئولیت قبول نمی کرد و کسی هم فرمان نمی داد. من برای شما گفتم که یک قسمت نظامی رو باید بهش مأموریت داد، که شما مأموریت اینی که این کار رو بکنی و دیگه هم توی کار مأموریتش دخالت نکرد. ولی وقتی کسی به اینها مأموریتی نداد و فرماندهانم ناچار چون از کسی مأموریت نگرفته بودن کاری از پیش نمی بردن، در نتیجه روحیه سرباز، درجه‌دار، افسر هر روز از بین می رفت. میشه در اون وهله آخر که لشکر جاویدان سعی کرد یه اعمال قدرتی بکنه، شما خاطره خاصی راجع به اون دارین؟ من تا اونجایی که باید براتون بگم در اون تاریخ در تهران نبودم، ولی به شما پیشنهاد میکنم که در این مورد با تیمسار عسکری که در اون زمان در گارد جاویدان بود با ایشون مذاکره کنید. ایشون میتونه که اطلاعات خوبی به شما بده.